هی چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بعد از مدت ها اومدم که یکم باهاتون صحبت کنم. همینجا بهتون بگم اگه ویدیوی اختلالات غذایی و ویدیویی که در مورد ریکاوریم هست و ندیدید هنوز، حتما اول برید اونا رو ببینید تا بدونید که قضیه ریکاوری و اختلالات غذایی من چی هستش. من امروز، یعنی در واقع اون روزی که این ویدیو رو گرفتم که میشه 12 فروردین 1401، برای اولین بار تو زندگیم تنها رفتم کافه و برای اولین بار تو ریکاوریم یه چیزی که واقعا دوست داشتم و خیلی خوشمزه بود و سفارش دادم و بدون ترس وحشتناک و سرزنش و حس گناه اونو خوردم. شاید برای خیلیاتون یه چیز عادی باشه و اصلا یه عادت باشه، ولی برای من واقعا یه کار خیلی سخت و چالش برانگیزی بود. یه نگاه به منو انداختم و اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد براونی بود، چون خب من عاشق شکلاتم، و با چای سفارش دادم. راستش رو بخواید هنوزم که هنوزه، بعد یک سال و تقریبا 3 ماه ریکاوری، یه سری افکار اومد تو ذهنم. اگه کسی بهتون بگه افکار منفی بعد از مدت ها از بین میرن یا به مرور کمتر میشن و کم رنگ میشن، واقعا دروغ گفته، چون افکار منفی همیشه هستن، استرس همیشه هستش. طوری که تو با اونا کنار میای و طوری که تو با اونا مواجه میشی و مقابلشون وای میسی یا حالا میپذیریشون، اونی که عوض میشه، اونی که تغییر پیدا میکنه و اونی که نشون میده که تو چقدر پیشرفت کردی. و مثل دوران اختلالات غذایی و رژیم، یه لحظه یه سری افکار اومد تو ذهنم که وای الان چقدر کالریش زیاده، چقدر چربی داره، چقدر قند داره، وای این اصلا سالم نیستش، نباید بخوری، تو مگه ورزش نمی کنی، بابا، کلی فکرهای چرت و پرت یه لحظه اومدن تو مغزم ولی نموندن. یعنی مثل اون اوایل ریکاوری اون افکار منفی تو ذهنم نمیموندن که من ساعتها باشون بجنگم و طوری رون تاثیر بذارن که باعث بشن من تا هفته ها درست غذا نخورم. سریع اون افکار از مغزم انداختم بیرون. حالا چجوری اون ملینایی که این افکار منفی اینقدر تو ذهنش میموند و اینقدر روش تاثیر میذاشت الان این شکلیه؟ چون قوی تر شدم، چه لحاظ جسمی، چه روحی، چه ذهنی، همه جوره قوی تر شدم و اصلا دیگه لازم نیست که اونقدر به خودم فشار بیارم یا خودم رو اذیت کنم یا اصلا بخوام تلاش خاصی کنم تا این افکار رو بریزم بیرون. این ناخودآگاه یه سری افکار دیگه به جاش میاد. اینکه من به این دنیا اومدم که سالم و سلامت باشم، خوشحال باشم، انرژی داشته باشم، آرامش داشته باشم و از تک تک شانس هایی که دارم استفاده کنم، از تک تک موقعیت هایی که دارم به نحو احسن استفاده کنم و لذت ببرم، زندگی رو همه جوره احساس کنم، تجربه کنم و به این دنیا نیومدم که لاغر باشم یا همش به فکر رژیم باشم، همش به فکر تغییر دادن یه ظاهری باشم که معلوم نیست تا چند سال دیگه باهامه. به جاش به یه روحی اهمیت بدم که میدونم خیلی ارزشش بالاتره و تا ابد باهام میمونه. حالا ممکنه با خودتون فکر کنید که چطور همچین چیزی برای من همچنان چالش برانگیز بود؟ من که این همه خودمو تو ریکاوری به چالش کشوندم با همه چیزایی که ازش میترسیدم و همونطور که بهتون گفتم من دیگه هیچ فیر فودی ندارم. یعنی دیگه هیچ غذایی نیستش که ازش بترسم یا حذفش کرده باشم یا وقتی ببینمش دست و پام بلرزه بگم وای من نمیخورم، وای کالریش زیاده، وای چربی داره، وای قند داره، وای رژیممو به هم میزنه یا همچین چیزایی. دیگه واقعا هیچ غذایی نیستش که بخواد من اذیت کنه. ولی بحث اینه که هر چقدرم که تو ریکاوری پیشرفته باشی، هر چقدرم که ترسات از بین رفته باشن و تو قوی تر شده باشی، باز هم امکان داره که یه سری از اوقات یو احساس کنی که دیگه فلش بک میزنی به اختلال غذاییت، داری دوباره گرفتار اون تفکر رژیم میشی یا دوباره داری میترسی، دوباره یه سری از غذا داره اذیتت میکنه. واقعا هیچ اشکالی نداره، به خودتون سخت نگیرید، هیچ اشکالی نداره. تو این مواقع به خودتون یکم زمان بدید و ببینید که
چی باعث شده که این ترس دوباره برگرده؟ چی باعث شده که دوباره به این فکر کنید که باید برید تو رژیم؟ شاید راه ریکاوری اشتباه باشه، شاید ریکاوری برای شما نباشه، شاید اونقدر اختلال غذاییتون شدید نباشه که بعد ریکاوری انجام بدید و هنوزم میتونید اون سختی رژیم رو تحمل کنید، هنوز هم اشکالی نداره که تو رژیم باشید. نه، اصلا درست نیستش. کوچکترین حس گناه، وسواس، سرزنش یا پشیمونی بعد غذا درست نیست، نرمال نیست و نباید عادی سازی بشه. واقعا همه ما، تک تک ما، اصلا مهم نیست با چه وزنی، با چه گذشته‌ای، با چه هدفی، اصلا مهم نیست، همه ما حق اینو داریم که از خوردن هر غذایی لذت ببریم بدون اینکه بعدش حس شرم یا گناه داشته باشیم. مگه جرم کردیم؟ غذا یعنی انرژی، همون کالری که شما میگید یعنی انرژی. وقتی دنبال غذای کم کالری هستید، یعنی دنبال غذایی هستید که کمتر به شما انرژی میده. و یعنی چی؟ شما برای زنده موندن، برای انجام کارهای روزانه‌تون به انرژی نیاز دارید. برای چی دنبال چیزی میگردید که بهتون انرژی کمتری بده؟ که کمتر زندگی کنید، که کمتر کارهایی رو انجام بدید که دوست دارید. اصلا منطقی نیست وقتی این شکلی بهش فکر میکنید. پس به جایی که اینقدر بگید کالری کالری، فکر کنید که کالری انرژیه. پس اشکال نداره، هنوزم میگم اگه همچین تفکرهایی رو دارید اشکال نداره، فقط با خودتون منطقی فکر کنید، ریشه یابی کنید، ببینید چه چیزی باعث شده که دوباره گرفتار تفکر رژیم بشید و سعی کنید که چیزایی که واقعا اهمیت داره رو به خودتون یادآوری کنید، مثل همون سلامتیتون، خوشحالیتون و خیلی کارهای دیگه که میتونید انجام بدید برای سلامتیتون، بدون کنترل وزنتون، بدون رژیم، بدون کاهش وزن عمدی. چون یه حجم عظیمی از وزن ما دست ژنتیک ماه، اینی اصلا دست ما نیست، ما نمیتونیم کنترلش کنیم و منطقی اینه که بهش فکر کنیم و قبول کنیم که دست ما نیستش و بپذیریمش و به جاش کاری رو انجام بدیم که دست ماه و میتونه به سلامتیمون کمک کنه، مثل کنترل استرس، چیزی که تقریبا همه ماها باش درگیریم و چقدر این استرس میتونه مخرب باشه، به خاطر اینکه به تک تک وجود ما میتونه آسیب بزنه، به جسممون، به ذهنمون، به روحمون، به همه اینا میتونه آسیب بزنه. و چقدر میتونیم به سلامتیمون کمک کنیم اگه بتونیم راههایی رو پیدا کنیم که این استرس رو کنترل کنیم. و یکی دیگه‌اش مثل داشتن خواب کافی، یه خواب منظم داشته باشیم، تحرک مورد علاقه خودمون رو پیدا کنیم و اونو انجام بدیم، یا همون تحرک شهودی داشته باشیم، تغذیه شهودی رو تمرین کنیم، بدون داشتن رژیم یا کنترل بر وزنمون تغذیه شهودی رو یواش یواش تمرینش کنیم و و خیلی چیزای دیگه، خیلی کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم بدون گرفتن رژیم و کنترل وزن برای اینکه سلامت‌تر باشیم. و من حتما تو ویدیوهای بعدی اینو مفصل‌تر توضیح میدم. تا الان این تو ذهنتون بمونه که رژیم نه تنها به سلامتیتون کمک نمی‌کنه، بلکه دقیقاً بهش آسیب میزنه. یکی از مهمترین و قشنگترین چیزایی که تو ریکاوری به دست میارید اینکه دیگه ذهنتون گرفتار غذا نیست. من همونطور که بهتون گفته بودم قبل از رژیم و اختلالات غذایی خیلی خوش غذا بودم، کلن غذا رو دوست داشتم و براشون ذوق میکردم، اما اتفاقی که توی رژیم و اختلالات غذایی افتاد این بود که من کاملا ذهنم درگیر غذا بود، اینکه وای وعده بعدی چیه، بعد چی بخورم، قبل ورزش چی بخورم، بعد ورزش چی بخورم، چقدر کالری داشته باشه، چقدر پروتئین، پروتئینم کم نشه یه وقت، وای اگه بخوایم بریم فلانجا پس من بعد از صبح کمتر بخورم یا بعد بیشتر ورزش کنم که بتونم اونجا درست غذا بخورم، اوه مثلا خانواده‌ام هستش، فامیلام هستش، نمیتونم خیلی کم بخورم، مجبورم میکنم غذا زیاد بخورم، پس بعد فردا بیشتر ورزش کنم. کلن ذهن من درگیر غذا بود. ساعت‌ها تو تیک تاک، اینستاگرام میگشتم دنبال رسیپی‌های سالم
که فقط اون چیزایی که خودم درست میکنم بخورم، فقط و فقط چیزای سالم، فقط و فقط چیزای کم کالری. اصلا برام مهم نبود که از خوردن اون غذا لذت ببرم، این که فقط کم کالری ترین ورژن ممکنه اون غذا باشه برای من کافی بود. و به این صورت من کل ذهنم غذا بودش، درگیری با غذا. ولی توی ریکاوری انقدر دیگه با غذا به صلح رسیدم و انقدر اوکیم، اصلا دیگه فکر نمی کنم وعده بعدی من قراره چی باشه. صبح بیدار میشم و هر چیزی که تو ذهنم میاد، هر چیزی که حسشو داشته باشم باش حال کنم، درست میکنم یا فوقش درست نمی کنم، هر چی دم دستم باشه میخورم. و این به این معنا نیست که خودمو ول کردم دیگه مراقب سلامتی خودم نیستم، دقیقاً به این معناست که من الان مراقب سلامتی خودمم. چون اگه تو اون غذای سالمو بخوری و کلی همش تو ذهنت درگیر این باشه که وای وعده بعدی چی بخورم، وای چقدر کالری داره، چقدر پروتئین داره، میتونی چنان آسیبی به خودت بزنی که اون غذایی که فکر میکنی ناسالمه بهت آسیب میزنه نمیزنه. چرا؟ چون استرس میتونه خیلی ما رو اذیت کنه، خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنید. ریکاوری باعث شدش که انقدر ذهن من خالی از درگیری با غذا بشه که بتونم به کارهای دیگه‌ام برسم. این به این معنی نیست که من غذا رو دوست ندارم، نه اصلا، اتفاقا با لذت خیلی بیشتری غذا میخورم. اما دیگه درگیر نیستم، درگیر کنترل نیستم، وسواس نیست، حس گناه نیستش. و بدون این وسواس و حس گناه میتونید به خیلی از کارهای دیگه‌تون برسید. اگه ملینا ملینای قدیم بود، بعد از خوردن این براونی من دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. اما تو این کافه اومدم و کلی از کارامو انجام دادم، کلی کتاب خوندم، چند تا از پستای اینستامو آماده کردم، یوتیوب ادیت کردم، کلی جواب دایرکت دادم و کلی از برنامه‌امو نوشتم و کلی کارهای دیگه، چون اصلا ذهنم خالی از غذا بود. در حالی که از براونیم داشتم لذت می بردم، چون درگیر کالری و اینکه غذای قراره چه آسیبی من بزنه یا چه اتفاقی قراره بیفته نبودم و راحت لذت می بردم و کارام انجام می دادم. فقط به این فکر کنید که وقتی به اون صلح برسید، به اون مرحله از ریکاوری برسید، چقدر زندگیتون قشنگ تر میشه و چقدر میتونید بیشتر لذت ببرید. من همونطور که عاشق غذا هستم و تو پیجم کلی رسپی میذارم و کلی حرف از غذاها میزنم، در کنار اون بهتون میگم که غذا نباید کل زندگی شما رو بگیره، نباید کل دغدغتون بشه. غذا یعنی انرژی و یه چیزی هست برای اینکه به شما انرژی بده، شما زنده بمونید، برای اینکه بهتون حس خوبی بده، شما رو کنار هم نگه داره، پیش خانوادتون، دوستاتون جمع بشید و لذت ببرید. ولی کل زندگی شما نیست، نباید تبدیل به یک درگیری بشه، چون خیلی کارهای دیگه هم هست تو زندگیتون که باید انجام بدید، درس، کار، تفریح و کلی کارهای دیگه هستش که اگه ذهنتون درگیر رژیم و کالری و غذاها نباشه میتونید اون کارها رو انجام بدید. پس اگه الان اذیتی، اگه الان درگیری با غذا، با وزنت، با رژیم و خیلی از این چیزا داری، میدونم، درکت میکنم، یه نفس عمیق بکش، یکم استراحت کن، بعد از یه مدت یکم با خودت فکر کن، دو تا چهار تا کن، منطقی فکر کن که چه کارهای دیگه ای میتونی انجام بدی که سلامتی و خوشحالی تو بیشتر کنی بدون اینکه وزن و جسمتو کنترل کنی. منم بهت قول میدم که تو ویدیوهای بعدی و تو پیج اینستاگرامم بیشتر راجع به این چیزا صحبت کنم و بهت کمک کنم. اینو بدونید که حمایتاتون یه دنیا برای من ارزش داره و باعث میشه که بتونم ویدیوهای بهتری درست کنم تا بتونم به افراد بیشتری کمک کنم. پس خوشحال میشم حمایتم کنید. خیلی 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 مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی. بای.